پنشیر روزها با طلوع خورشید آغاز می شوند. انسان های هدفمند برای رسیدن به قله های بلند آرزو گام بر می دارند. کاروان های خسته از سفر که در دل تیرگی های شب راه بریده اند از راه فرا می رسند که این همه و همه گذشت های عمر انسانی هستند و سرانجام در کفن پاره پاره های خون آلود می پیچند و جهانی فانی را پدرود حیات می گویند. کاروان سفر به پنشیر به پاس ادای احترام به مرقد مطهر سالار شهیدان شیر نستوه پیکار رهبر تمام عیار و مدبر نادرالتکرار مسعود بزرگ همگام با سپیده صبحگاهی راه خود را در پیش گرفته است. با طی کردن دشت و دمن و کوه و کوتل پرخم و پیچ چاشت روز از ولایت کنداز بر فراز کوه هندوکش قسمت شمالی سالنگ رسیده و در کنار دریاچه شوق و پرجوش و سایه درختان سبز این دره زیبا و صرف توشه راه که از آغازین سفر با خود برده است سفره گستردند. خورشید تا نیمه آسمان رسیده، شب در راه و راه دراز در پیش است. دارد تا هنوز کاروان نیمه از راهی رسیدن به هدف را نپیموده است. قافله‌دار فریاد می کشد، کاروان آماده سفر است. آهسته آهسته عاشقان و شفتگان زیارت قهرمانی ملی با گذشت روز به دروازه ولایت قهرمان پروری پنشیر می رسد که خورشید غروب کرده و کوههای سرکش و دره‌های تنگ سایه افکنده است. کاروان برای بررسی از طرف دروازه‌بان توقف داده می شود و برای مدت 15 دقیقه آنجا می ماند و بعد از بررسی اجازه ورود به زادگاه قهرمانی ملی را می یابند. ای باد برو بر دل کوهسار گذر، از ما به شهید تشنه لب نامه ببر. آسوده و سربلند گو زنده بخواب، ای آتش خفته در دل خاکستر. کاروان زیارتی مرقد مقدس سالار شهیدان که اوالی سب روز از ولایت کندز به ولایت پنشیر سفر نموده بود، بالاخره شام روز به دروازه ولایت پنشیر رسید و هر لحظه دارد آهسته آهسته به مرقد آمیر سب احمد شاه مسعود بزرگ نزدیک تر می شود. اکنون روز به پایان رسیده است. صدای غرش دریا به گوش می رسد و هیبت کوهساران راه پرخم و پیچ و تنگ و دشوار گذر از کنار این دره چشم زائرین را خیره و توجهشان را به خود جلب کرده است و قافله‌دار این کاروان از خود قصه ها و خاطره های بانگار از روزگاران دارد. قسمتی که فعلا ما و شما قرار داریم آغاز ورود به پنشیر است، تنگی دره پنشیر است. در نقطه هستیم و در جغرافیه هستیم که این سرزمین قدم به قدم، کوه به کوه و دره به دره از این شهادت میدهد که شهید احمد شاه مسعود همراه همسنگرانش، همراه مجاهدینش، همراه حتی رهبران محترم جهادی که امروز هر یک کدام برای خود